گاهی کودک باش، جدی بودن را فراموش کن. کودکان آرامش بیشتری دارند. بزرگ که میشوی زیباتر سخن میگویی، ولی آرامش و طراوتت را از دست میدهی. کودک بودن کوچک بودن نیست، لذت بردن است. سلام و درود دوباره دارم به شما عزیزان و همراهان این برنامه. امروز هم مهمان خانه های شما هستیم تا در 5 موضوع مختلف در رابطه با زیبایی و سلامتی صحبت کنیم. طبق روال هر هفته با یه میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ورزش کردن و انجام تمرینات ورزشی امکان داره برای یه سری از افراد مشکل باشه. اگه شما هم از اون دسته افراد هستید که وقت شروع به ورزش کردن میکنید دچار تنگی نفس میشید، امروز ما چند ورزش بهتون پیشنهاد میکنیم که اگر وزن بالایی دارید هم وزنتون رو پایین بیارید و هم دچار تنگی نفس نشید. اولین ورزش استفاده از دمبل های خیلی سبکه. میتونید حتی از بطری آب استفاده کنید. روزانه تمریناتی انجام بدید و آمادگی جسمانیتون رو بالا ببرید، وزنتون رو کاهش بدید و همچنین به رشد عضلاتتون کمک کنید. ورزش دوم یوگاست. یوگا به عنوان بهترین ورزش برای افرادی که مشکل تنفسی دارن شناخته شده. در این ورزش هم میتونید وزنتون رو پایین بیارید، هم به عروق قلبتون کمک بکنید و همچنین آمادگی جسمانیتون رو بالا ببرید. اما مربیان ورزشی گفتن بهترین الگو برای تنظیم دستگاه تنفسی پیاده رویه. میتونید از سرعت خیلی کم پیاده روی رو شروع کنید. زمانی که احساس کردین آمادگی جسمانیتون بالا رفته، سرعت پیاده روی رو افزایش بدید. اما روش آخر انجام حرکات خیلی ساده در آبه، مثل شنا کردن یا حتی پیاده روی در آب یا استفاده از دمبل های سبک در آبه. در این روش میتونید هم مقاومت بدنتون رو بالا ببرید و هم وزنتون رو کاهش بدید و دچار تنگی نفس هم نشید. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. اگه دوست دارید لبخندی مثل ستارگان سینما داشته باشید و دوست ندارید هزینه زیادی پرداخت کنید و البته مقدار زیادی مواد شیمیایی روی دندونتون بذارید، امروز ما چند روش خانگی داریم برای سفید کردن دندون. اولین روش خمیر پر اکسید هیدروژن و جوش شیرینه. در این روش خانگی به گفته دکتر کیت آربیتمن کافیه که چند قطره از پر اکسید هیدروژن رو با جوش شیرین مخلوط کنید، خمیری حاصل میشه که این خمیر رو میتونید به صورت خمیر دندون روی دندون هاتون قرار بدید. ولی یادتون باشه بیشتر از 3 تا 5 روز از این خمیر استفاده نکنید و استفاده بعدی رو به 3 تا 6 ماه بعد موکول کنید. روش دوم خمیر توت فرنگیه. خمیر توت فرنگی به واسطه اینکه توت فرنگی حاوی اسید مالیکه، بهترین ماده برای پاک کردن لکه های حاصل از شراب قرمز، قهوه و چای و لکه هایی که به جا مونده روی دندونه. اما یادتون باشه قبل از استفاده از این خمیر از دخانیات استفاده نکرده باشید. مصرف دخانیات قبل از این خمیر میتونه حالت مسمومیت در دهان ایجاد کنه. کافیه که 2 تا 3 تا توت فرنگی رو مخلوط کنیم با 1 قاشق جوش شیرین. خمیر به دست اومده رو 5 دقیقه روی دندوناتون قرار بدید و بعد اون رو بشورید و با نخ دندون دانه های توت فرنگی رو از فواصل دندان خارج کنید. اما روش آخر خمیر روغن نارگیله. چرخوندن روغن در دهان به لطف افراد مشهوری مثل شایلن بودی بسیار متداول شده. اما چرخوندن روغن در دهان به مدت 20 دقیقه برای همه خوشایند نیست. وین پری که مدیر عامل شرکتی که محصولات طبیعی میفروشه یه دستور عمل خیلی ساده داده. وین پری بر این باوره که اسیدهای چربی در روغن نارگیل وجود داره که این اسیدهای چرب زمانی که با بزاق دهان در تماس باشن به آنزیمهای سفید کننده دهان تجزیه میشن. از طرف دیگه اومده یه روش خیلی ساده رو پیشنهاد کرده. گفته که کافیه یه فنجون روغن نارگیل رو به صورت مایع در بیارید و اون رو با 2 قاشق غذاخوری جوش شیرین مخلوط کنید، 5 تا 10 قطره اسانس نعنا به اون اضافه کنید. نعنا به خاطر خاصیت ضد میکروبی که داره به سلامت لثه کمک میکنه. یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم. Thank you.
برنامهش میخوایم در رابطه با چند اشتباه رایج در کاهش وزن صحبت کنیم. اولین اشتباه رایج که متاسفانه خیلی از خانم ها مرتکب میشن ترس از غذا خوردنه. اگر روزانه 2500 کالری بسوزونید و تنها 1200 کالری وارد بدنتون کنید، بدن رو مجبور کردید که ناخواسته چربی ذخیره کنه. به جای اینکه از غذا خوردن بترسید، بیاید بشقابتون رو با کربوهیدرات‌های سالم، پروتئین‌های بدون چربی مثل مرغ و ماهی و روغن‌های طبیعی مثل آووکادو پر کنید، چون بدن نیاز داره روزانه 1800 تا 2000 کالری دریافت کنه. اشتباه دوم در نحوه ورزش کردن ماست. خیلی از ماها در ورزش کردن تعادل نداریم. خیلی از ماها هر روز فقط ورزش هوازی انجام میدیم، اما غافل از اینکه بدن نیاز به ریکاوری داره. خیلی از افرادم فکر میکنن اگر رشد مایششون زیاد باشه چربی در بدنشون کمتر ذخیره میشه، اما اگر شما از اون دست افرادی هستید که هر روز ورزش‌های هوازی انجام میدید، بهتره که 2 تا 3 روز رو اختصاص بدید به ورزش‌های قدرتی. میتونید ورزش قدرتی مثل کرانچ انجام بدید و 20 دقیقه در روز این ورزش رو انجام بدید. آخرین اشتباه که شاید مهمترین اشتباه باشه، نداشتن یه هدف مشخص و دنبال کردن اهداف غیر واقعی در کوتاه مدته. به جای اون بیایم عادت‌های بد غذاییمون رو شناسایی کنیم و زندگیمون رو به سمت زندگی سالم سوق بدیم. یه میان برنامه با هم ببینیم و برگردیم. که هوا کم کم در حال گرم شدن و تابستون داره از راه میرسه، شاید دوست داشته باشید از میوه ها و سبزیجات داخل یخچال استفاده کنید و اسموتی تهیه کنید. امروز میخوایم بهتون بگیم کدوی تنبل تابستانی میتونه پایه تمامی اسموتی ها باشه، چون طعم خونسایی داره. از طرف دیگه کدوی تنبل حاوی مواد معدنی زیادیه و همچنین حاوی پتاسیم و منگنزه. منگنز به بهبود خلق و خو کمک میکنه. از طرف دیگه کدوی تنبل حاوی فیبره که میتونه تا ساعت‌های طولانی ما رو سیر نگه داره. و این خبر خوب میدیم به خانم‌های باردار، چون یه فنجون کدوی تنبل تابستانی حاوی 35 میکروگرم فولانته که به رشد مغز جنین و سیستم عصبی اون کمک میکنه. میتونید کدوی تنبل رو با انواع بری ها، اسفناج و هر میوه دیگه ای که دارید مخلوط کنید و بهترین اسموتی رو تهیه کنید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. نظر سنتون، اگه دوست دارید همیشه چهره جذاب و شادابی داشته باشید، باید به چند نکته اساسی دقت کنید. برای مثال اگه به خرید لوازم آرایشی میرید، باید به 3 ماده قدرتمند همیشه توجه کنید. اولین ماده‌ای که باید همیشه به اون توجه کنید در خرید سرم هاست. حاوی آنتی اکسیدان باشن، مثل ویتامین C. این ویتامین کمک میکنه به روشن‌تر شدن پوست. ماده دوم ریتاینویده که کمک میکنه به افزایش عملکرد سلول ها و تقویت نوسازی کلاژن ها. و ماده سومی که باید همیشه به اون دقت کنید آلفا هیدروکسید اسیده که باعث از بین بردن سلول های مرده روی پوست میشه. نکته بعدی که باید به اون دقت کنید استفاده مرتب از مرطوب کننده و ضد آفتاب. صرف نظر از این که الان هوا آفتابیه، ابری، بارونیه، اصلا مهم نیست که هوا در چه وضعیتیه، باید هر روز ضد آفتاب استفاده کنید، چون اثرات تخریبی که نور خورشید بر روی پوست میذاره میتونه باعث چین و چروک در پوستتون بشه. و اما نکته بعدی که باید به اون همیشه دقت کنید آب خوردن در روزه. باید 8 لیوان در روز همیشه آب بخورید. نکته بعدی که باید به اون دقت کنید استفاده نکردن از فاندیشن ها و همچنین مواد پودری به طور روزانه است، چون آرایش غلیظ تمایل زیادی داره که بین چین و چروک ها بمونه و چهره شما رو پیرتر نشون بده.
از مدادهایی که برای خط چشم استفاده میکنید پرهیز کنید، مخصوصا اونهایی که مایع هستن، چون میتونن چروکهای نازیبایی در اطراف چشمتون ایجاد کنید. اگر دوست دارید از خط چشم استفاده کنید، از مدادهای خیلی نرم استفاده کنید. همچنین از سایه های براق و روشن پرهیز کنید، چون باعث میشه که چروک های اطراف چشمتون رو بیشتر نشون بده و چهره شما رو جذاب نشون نده. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. برنامه هفتمون همینجا به پایان رسید. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. همراهی شما عزیزان مثل همیشه دلگرمی بود برای من و تمامی همکارانم در پشت صحنه. همچنان ما منتظر انتقادات و پیشنهادات خوب شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه جهانی دریملند هستیم. خیلی از آدما اول دوست دارن به آرامش و خوشبختی برسن، بعد به زندگی لبخند بزنن، ولی نمیدونن تا به زندگی لبخند نزنن به آرامش و خوشبختی نمیرسن. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.